به نام خدا و بارز سلام به با خبرهای ساعت 6 از هزار وولد خوش آمدید سرخط خبرها ادعای زیا مسعود میگوید پسر اسامه بن لادن در افغانستان حضور دارد و با دختر ملا عمر ازدواج کرده است فوربیز طالبان با کمک روسیه سیستم دفاعی هوی افغانستان را مجهز می کند. حبت الله میگوید از تطبیق کامل قوانین شرعی مورد نظر طالبان کوتا نخواهد آمد. مناظره نامزدان انتخابات آمریکا انتقاد هریس از توافق با طالبان و دفاع ترامپ از این توافق رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در مراسم افتتاح پروژه تاپی به ترکمنستان رفت و در اخیر رئیس امنیت تاجکستان با طالبان در کابل دیدار کرده است. مشروع خبرها <Sýst> <Sýst> احمد زیا مسعود معاون ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی در گفتگو با مجله فرانسوی لوپ وان گفته است که حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن بنیانگذار القاعده با دختر ملا عمر بنیانگذار گروه طالبان ازدواج کرده و در افغانستان حضور دارد و اضافه کرده که حمزه بن لادن شبکه القاعده را در افغانستان احیا کرده و رابطه نزدیک به ملا یعقوب پسر ملا عمر و دیگر رهبران طالبان دارد آقای مسعود اضافه کرده است رهبر طالبان به دست القایده است احمد زیا مسعود تداوم سلطه طالبان بر افغانستان را برای مردم این کشور و آینده ای کشورهای منطقه و جهان تهدید جدی دانست و گفت مقاومت علیه طالبان از یک راهبرد واحد و مشخص برخوردار نیست و گروه های مقاومت به صورت جداگانه عمل نامبرده نامبرده نام برده می گوید در حال حاضر مقاومت در افغانستان فاقد یک راهبرد مشخص و واحد است و بسیاری از رهبران سیاسی شناخته شده کشور را ترک کردند و در خارج از کشور به سر می برند که این امر موجب شده است تا هیچ رهبر واحد و قدرتمند برای هماهنگی مقاومت وجود نداشته باشد احمد زیام مسعود همچنین به تمایل نداشتن جامعه جهانی به حمایت از مقاومت علیه طالبان اشاره کرد و گفت این امر موجب تضعیف توانایی های آنها شده است مسعود علاوه نمود که ایجاد یک راهبرد مشخص تشکیل ارتش مردمی با توافق جمعی میان گروه های مقاومت ضد طالبان میتواند بخش از راه های حل برای شکستن بحران کنونی و شکست دادن طالبان باشد در ادامه تعامل روسیه با طالبان یک رسانه خارجی گزارش داده که این گروه برای مجهز کردن سیستم دفاعی هوایی افغانستان با کمک روسیه دل بسته مجله فوربیز روز سه شنبه بیست سنبوله نوشته است که طالبان علاقمند خرید سیستم دفاعی هوایی از مسکو هستند. در گزارش آمده که روسیه به درخواستهای های طالبان در این زمینه تا کنون تمایل نشان نداده و بیشتر مایل است تا حوسی یمن و حزب الله لبنان را با موشک پیشرفته مجهز کند پیش از این روی ترس گزارش داده بود که وزارت دفاع طالبان در این اواخر بیشتر تلاش دارد تا برای کنترل حریم هوایی افغانستان سیستم دفاعی هوایی را از مسکو خریداری کند. فسیح الدین فطرت رئیس ستاد مشترک طالبان گفته است شکی نیست که افغانستان تمام تلاش خود را می کند تا سیستم دفاع هوایی داشته باشد. پیش از این رئیس لوجستیک وزارت دفاع طالبان در اظهاراتی به خبرگزاری تاس گفته بود که قصد دارند تجهیزات نظامی ساخت روسیه را خریداری کنند. زیرا روسیه پیشرفته ترین جنگ افزارهای نظامی جهان را از نگاه فناوری دارد. گفتنی است که مسکو با طالبان روابط نزدیک دارد. اما این گروه را تا کنون به رسمیت نشناخته است. طالبان میگوید رهبر این گروه از ولایت های سرپل، بغلان و سمنگان بازدید کرده است. او در سرپل گفت در تطبیق کامل شریعت مورد نظر این گروه با هیچ کس تساهل نخواهد کرد. رهبر سری طالبان گفت هر قانونی که مخالف عقاید اسلامی باشد قبول نخواهد کرد. تاریخ این بازدید مشخص نیست اما طالبان روز سشن به سفر رهبر مخفی این گروه به چند ولایت شمال افغانستان خبر دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سشن بنوشت که سلام حنیف مصطفی معاون ازبک تبار رئیس با رهبر طالبان به سر پل رفته بود در سخنان منصوب به الله گفته شده که هدف از جنگ طالبان تطبیق شرعت مورد نظر این گروه تطبیق عدالت محو فساد و بیدینی بوده است او گفت در راستای تطبیق شریعت و تأمین عدالت با هیچ کس تساهل و تعامل نخواهم کرد تا شریعت در سرزمین الهی صد جاری باشد رهبر طالبان پیش از این در سفر به فاریاب نیز بر اجرای حدود شرعی تاکید کرد کاملا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری در مناظره انتخاباتی با رقیب خود دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خوا از توافقنامه آمریکا با طالبان انتقاد کرد و آن را یکی از ضعیفترین طرحها خواند در مقابل اما ترامپ از این توافقنامه دفاع کرد و گفت که توافق با طالبان باعث شد تای 18 ماه هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشود. مناظره انتخاباتی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب سیشن به بیست سنبوله برگزار شد. دو نامزد در این مناظره به توافق آمریکا با طالبان و خروج این کشور از افغانستان نیز پرداختند. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات گفت که توافق نامه آمریکا با طالبان یکی از ضعیفترین طرحها بود این توافق در فوریه 2020 پس از ماهها مذاکرات میان دولت ترامپ و طالبان در دوها امضا شد کاملا هرس گفت که دولت ترامپ دولت افغانستان را دور زد و با یک سازمان تروریستی وارد مذاکره شد او گفت که توافق دوها باعث شد 5000 زندانی طالبان از زندان آزاد شوند و حتی ترامپ از طالبان دعوت کرده بود تا آنان را در کمپ دیوید جایی که برای مردم آمریکا مهم هست ملاقات کند در مقابل ترامپ از توافق آمریکا با طالبان دفاع کرد و گفت که در آن زمان طالبان سربازان آمریکایی و مردم افغانستان را می کشتند. اما توافق با این گروه باعث شد تا 18 ماه هیچ سرباز آمریکایی دیگر کشته نشود او گفت که پس از امضای این توافق اداره جو بایدن شرایطی که در توافق نامه ذکر شده است را رعایت نکرد او گفت که خروج آمریکا از افغانستان بر اساس توافق دوحه مشروط بود و مرحله به مرحله انجام می شد. طالبان روز چهار شنبه از سفر ملا حسن آخون رئیس الوزرای این گروه به ترکمنستان برای شرکت در مراسم افتتاح پروژه تاپی خبر داد. طالبان گفت در این سفر کار روی پروژه های دیگر هم در بخش های نفت و گاز، انرژی و ترانسپورت بین طالبان و ترکمنستان آغاز خواهد شد. هرگ زیر اداره طالبان روز چهار شنبه و سنبله در ایلامیه نوشت که رئیس الوزرای این ابتدا به هرات و سپس به منطقه سلیم چشمه شهر ماری در جنوب غرب ترکمنستان سفر کرده است. در تصاویر که طالبان منتشر کرده است، عبدالغنی برادر مبون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان نیز دیده می شود. طالبان در این مورد جزیات بیشتر ارائه نکرده اما پیشتر وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز چهارشنبه را در هرات به دلیل افتتاح پروژه تاپی تعطیل اعلام کرد پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند مشهور به تاپی یکی از پروژه های بزرگ منطقه‌ای به شمار برود بس روی پروژه تاپی به دوره اول حکومت طالبان در سال 1994 میلادی برمیگردد اما گام های اجرایی آن در زمان حکومت حامد کرزی و بیشتر در زمان حکومت محمد اشرف غنی برداشته شد سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در سفر به کابل با مقام های استخبارات طالبان دیدار کرده است منابع دیپلماتیک میگویند این مقام امنیتی تاجکستان در ماه اگوست گذشته به کابل سفر کرده و با مقام های طالبان درباره تقویت روابط تاجکستان با طالبان مذاکره کرده است. منابع دیپلماتیک به هزار ولت گفتند که مومین تیموف بلندترین مقام استخباراتی تاجکستان است که به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور به کابل رفته است. او پس از بازگشت به با دوشنبه سفر خود را پرمحتوا تعریف کرده است. پس از تسلد دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از نظامیان پیشین و مخالفان سیاسی طالبان به تاجکستان پناه بردند. در حال حاضر شماری از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجکستان زندگی می کنند. مقام های تاجکستان در جریان سه سال گذشته بارها از طالبان انتقاد کردند. رئیس جمهور تاجکستان گفته از طالبان برغم وعده هایی که دادن مخالف تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هستند. سپاسگزارم که تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید تا برنامه بعد بدرود